به نام خدا به یاد کربلا سلام علیک امام کربلا کشیدم بار غمت در آغوشم شدم سرباز تو و سیاه پوشم صدای حلم ناصر ینصرانیت رسیده از حرم تو بر گوشم السلام علی حسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین سلام علیک امیر القمه کشیدم بار غمت در آغوشم سیاهی علم تو بر دوشم صدای رسیده از حرم تو بر گوشم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام سلامی از سرزمین کربلا از کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام از کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس علیه السلام از بین الحرمین از این سرزمین عشق از این سرزمین مهربانی خدمت شما خوبان شمایی که دلهایتون دلهای سپیدتون و چشمهای زلالتون به سمت ما چرخیده به سمت ما که نه به سمت حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام چرخیده خوشحالیم که مهمان خانه های شما خوبان هستیم این روزها این لحظات سخت و جانفرسا رو به شما خوبان مخصوصا آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف تسلیت و تعزیت میگیم این شبها شبهای اربعین است و قوغا و شیدایی در این سرزمین بیداد میکند حضور این انسانهای عاشق حضور این حجم عظیم انسانهای عاشق ستودنی است حضور حجم گسترده این انسانهای وارسته زائران آقا امام حسین علیه السلام دیدنی است و خوبان من حضور این انسانهای عاشق که از راههای دور و نزدیک آمدند و نه سرما و نه گرما هیچ چیز جلودار این انسانهای عاشق نیست تا خودشون رو به حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام برسونند هیچ چیز جلودارشون نیست و اینان عاشقان آقا امام حسین علیه السلام هستند خوبان من ما اینجا نایب و زیاره شما خوبان هستیم در این شبهای اربعین
در این شبهایی که میدونم دلتون میخواد اینجا حضور داشته باشین و میدونم که دلهاتون بال بال میزنه، پر پر میزنه که اینجا حضور داشته باشین، در این سرزمین شیدایی، در این سرزمینی که فرشتگان و ملائک حضور دارند، فوج فوج فرشتگان خداوند از آسمان به صف ایستادند تا زیارت کنند حسین علیه السلام را، سار الله را، آقای مهربانی را، ارباب خوبی ها را. و شما هم زائر اربعین آقا امام حسین علیه السلام هستید. از شما بسیار بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید، مطالبتون رو برای ما میفرستید و دلنوشته هاتون رو میفرستید، تماس میگیرید. همه تلاش ما اینه که ذره ای و گوشه ای از این بیکران رو، از این عظمت رو به خانه های شما بیاریم، به دل های مهربون شما بیاریم، که امیدوارم توی چند روز گذشته، توی این ماه گذشته تونسته باشیم این لحظات ناب بندگی و عاشقی رو با شما تقسیم کرده باشیم. و ما همچنان منتظریم، منتظر عکس ها و تصاویر شما هستیم و عکس های خودتون، فرزندانتون، پدران، مادران، عاشقان، دلسوختگان از مسیر مشایع، از مسیر اربعین و هر جایی که هستید و مطالبتون و همچنین تماس های عاشقانتون و عاشقانه هایی رو که نثار آقا امام حسین علیه السلام میکنید. ما منتظر شما اینجا هستیم. وعده ما کنار حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند کربلا را زیارت کنید و این کار را ادامه دهید، چرا که کربلا بهترین فرزندان پیامبر را در آغوش خیش گرفته است. خیلی خیلی خوش آمدید به زیارت اربعین. اینجا زیارت اربعین جریان دارد. اما در طی شبهای گذشته خوبان من برای شما از کلام نور گفتیم، از زبان و لسان گوهربار آقا امام صادق علیه السلام، آقا امام باقر علیه السلام، از لسان گوهربار آقا امام رضا علیه السلام گفتیم و هرچه گفتیم از خودمون نبود، از اربابانمون بود، از روایت ها و احادیث این بزرگواران بود. و من میدانم که بر دل شما نشسته است و حظ معنوی اون رو بردید، چرا که هرچه که هست مختص شما شیعیان، دلسوختگان، عاشقان آقا امام حسین علیه السلام است، عاشقان آقا ابوالفضل عباس علیه السلام است. و این همه رحمت، این همه برکت که با این روایات و با این احادیث به ما رسیده، باید هزاران هزار مرتبه خدا رو شکر بکنیم، از آقا امام حسین علیه السلام سپاسگزار باشیم که ما رو جزء شیعیان خودشون به حساب آوردن و این نعمت بسیار بزرگی است. اما امشب هم کلامی جاودانه از آقا امام صادق علیه السلام برای شما خوبان آماده کردم که بدانید چه مولایی داریم، چه اربابی داریم. اینا ارباب نمایی است. اینها میخوایم به مردم دنیا بگیم آهای مردم دنیا، یه مولایی داریم، یه آقایی داریم که همه دنیا به نگاه این آقا بستگی دارد، همه دنیا به دستهای مولای ما آقا ابوالفضل عباس علیه السلام نگاه میکند و همه دنیا حضور مولامون آقا صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه شریف را در این مکان و در این زمان و در این لحظات منتظرند. اما یکی از یاران آقا امام صادق علیه السلام گوید امام صادق علیه السلام در حدیثی به من فرمود آیا یاد میکنی که چه کردن با امام حسین علیه السلام؟ گفتم بله. فرمودند
آیا جزع و بیتابی میکنی؟ گفتم آری به خدا قسم و بدین خاطر گریه میکنم، اشک میریزم، تا اینکه اهل خانم اثر اشک را در من میبینند و از طعام امتناع میکنم، تا اینکه اشک در رخسارم نمایان میشود. حضرت فرمودند خداوند اشکت را رحمت کند، به درستی که تو از کسانی هستی که از اهل جزع برای ما و از آنانی که به سبب شادی ما شاد می شوی و به خاطر حزن ما محزون می شوی، و به درستی که تو هنگام مرگت حاضر شدن پدران من نزد تو می آیند و توصیه کردند برای شما را می گویند، و هنگامی که فرشته مرگ بر بالین تو می آید پدران من بشارت می دهند که تو افضلی، هیچ کس از روی رحمت به ما و به خاطر آنچه که به ما وارد شده بر ما گریه نمی کند، مگر اینکه خداوند قبل از اینکه عشق از چشمهایش در جهنم بیفتد قطعا حرارت جهنم را خاموش خواهد نمود، تا اینکه دیگر هیچ حرارتی نداشته باشد و هیچ چشمی نیست که بر ما گریه کند مگر اینکه به نگاه به کوثر بهرمند خواهد شد و از آن به همراه آنان که ما را دوست دارند سیراب خواهد شد. بذارید براتون یه مقداری راجع به کلام پر از نور و جاودانه آقا امام صادق علیه السلام صحبت کنم. شمایی که عاشق آقا امام حسین علیه السلام هستید، شمایی که بر سر و سینه میزنید، شمایی که عشق میریزید، شمایی که همواره انگامی که نام مولامون آقا امام حسین علیه السلام بر زبانی جاری میشه بغض میکنید، و این بغض یعنی عشق، یعنی شور، و هنگامی که شما زنجیر میزنید، بر سینه میزنید، بر سر میزنید و هر گونه که بتونید این مواسات رو با آقا امام حسین علیه السلام انجام میدید، اینا همش حساب کتاب داره. به خاطر یک اشک شما، به خاطر یک اشک شما جهنم خاموش خواهد شد. کلام آقا امام صادق علیه السلام است، اینه مولای ما، اینه رحمت بیکران خدای بزرگ. به خاطر مولای ما آقا امام حسین علیه السلام، به خاطر این آقایی که جهان هستی به فرمان اوست، بارها گفتم بازم میگم، در زیارت مطلقه آقا امام حسین علیه السلام فراز سوم این جمله رو به آقا امام حسین علیه السلام میگیم: سلام بر تو ای مولایی که نماینده تام الاختیار خداوند هستی. سلام بر تو. نماینده تام الاختیار خداوند یعنی چی؟ یعنی اینکه کون و مکان، کائنات، انسانها، موجودات، همه چیز به فرمان مولای ماست، آقا امام حسین علیه السلام. کجا بریم؟ در خونه کی بریم بهتر از تو؟ مولای من، آقای من، این سیل عاشقان توست مولای من، اینها بهر امید آمدند به درگاه تو، این سیل عظیم عاشقان و مریدان و دلباختگان توست مولای مهربانم. اینجا قوقایی برپاست، کنار حرم امن عشق قوغایی برپاست، و ما اینجا نایب و زیاره تک تک شما خوبان هستیم، و انشالله قسمت خودتون بشه بیاین و کنار حرم مولامون آقا امام حسین علیه السلام از این همه رحمت بیکران بهره ببرید. اللهم علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و
بنده محمود پورقاسمی هستم از شهرستان بروزجن، نایب وزیاره همه مردم شهر و دیارم هستم. در شهر کربلا اولین بار مشرف شدم. خیلی خوشحالم که امام حسین این توفیقا به من داد که در خدمت اهل بیت باشم و از امام حسین میخوام که هممون عاقبت به خیر کنه، روز قیامت دستمون رو بگیره و عاقبت به خیری، فقط عاقبت به خیری میخوام. از امام حسین میخوام که شر این گرفتاری هایی که تو بلاد مسلمین برج اومده خودش یه جوری از بین ببره. گروه های تکفیری که واقعا دارن عذاب میدن شیعه ها را و شیعه یه جوری مظلوم واقع شده، خودش گرفتاری ها حل کنه به برکت وجود خودش. اربعین است و ما مهمان خانه های گرم شما هستیم، چشم های مهربان شما. دوستم میگفتش که داشتم از کنار حرم آقای امام حسین علیه السلام رد میشدم از باب الرأس. اونایی که آمدن میدانند، آنهایی هم که نیامدن انشاءالله قسمتشون بشه که از باب الرأس آقای امام حسین علیه السلام رو زیارت کنم. میگفت همینطوری که رد میشدم دختر بچه ای رو دیدم، از اون دختر بچه های فرشته گونه. همه دختر بچه ها فرشته هستند، اما حسی به این دوست من انتقال پیدا کرده بود. یک حجاب بسیار زیبا، قرص صورت سفید و نورانی، و داشت با پدرش از جلوی باب و رأس رد می شد. گفت منم پشت سرشون بدم. به محض اینکه به باب و رأس رسیدن، پدر داشت میرفت که دختر دست پدر رو گرفت، گفت صبر کن پدر، و چرخید به سمت آقا امام حسین علیه السلام. با اون زیبایی فرشتگونه خودش دست بر سینه گذاشت و سلام داد به مولا، سلام داد به آقا، که پدر به یادش افتاد بله اینجا آقا امام حسین علیه السلام است، اینجا باب الرأس آقا امام حسین علیه السلام است. اون هم از فرزند یاد گرفت و دست بر یادش رفته بود، دست بر سینه گذاشت و سلام داد به مولا. این سادگی عشق است، این معنای عشق است، این باور عشق است، این صداقت عشق است. درود بر شما خوبان، درود بر شما عاشقان، سلام بر شما عاشقان، که فرزندانتون رو، جگرگوشه هاتون رو این گونه این گونه عاشق مولامون آقا امام حسین علیه السلام میکنه. از این موارد بسیار زیاد هست در این فضا و در این مکان. حقیقتا لحظه ذکر یا حسین یا حسین گفتنها از این مکان و از این فضا قطع نمیشه. 24 ساعته اگر اینجا حضور داشته باشید میشنوید، من اینجا هستم و میشنوم حضور میلیونی این انسانهای عاشق رو، و لحظه ای نیست که نجوایی، صدایی، کلامی به گوش نرسه از عشق، از عشق به مولامون آقا امام حسین علیه السلام. و این گونه است، و این گونه است عاشقی، این گونه است که مهر، محبت و عشق آقا امام حسین علیه السلام در دل شیعیانشون قلیان و فوران می کند، قلیان و فوران می کند، که عشق می دهند، جان می دهند، مال می دهند، پا، دست، همه وجودشون رو نثار مولامون آقا امام حسین علیه السلام میکنند. و آقای ما بابت هر کاری که ما، تو، من، هر کسی و
برای آقا امام حسین علیه السلام انجام میدند، مزدشون رو میدن. طبق احادیث و روایاتی که در شبهای گذشته برای شما خواندم، لحظه یعنی شما یک قدم برای آقا امام حسین علیه السلام برمیدارید، حساب کتاب داره. حساب کتابش چیه؟ کلام معصوم است. یک قدم برداشتن معادل یک حج. خیلی قشنگه. حالا این یک قدم، عشق که بریزی برای آقا امام حسین علیه السلام، حساب کتاب داره. آهای عاشقان آقا امام حسین علیه السلام، بدانید این مولای ما کریم است، دریای سخاوت است، و این دریای سخاوت برای شما خوبان است. پس هر کاری برای آقا امام حسین علیه السلام بکنید، به شما مزدش میدن، به شما اجرش میدن. دنیا و آخرت، دنیایی میدند و آخرتی هم میدهند. اینجا ساعت عاشقی، فصل شیدایی، ما کنار بین الحرمین مهمان شما. اینجا زیارت اربعین، اینجا فوران و قلیان عشق، اینجا حضور فرشتگان و ملائک، اینجا حضور اولیا و اوصیا، اینجا حضور صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. بهش فکر کنید، امکان نداره مولامون اینجا حضور نداشته باشه. امکان نداره مولامون اینجا حضور نداشته باشن. یه خورده بهش فکر کنید، مگر میشه اربعین آقا امام حسین علیه السلام باشه، مسیر مشایع باشه، حضور میلیونی انسانهای عاشق باشه و آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف نباشن؟ شبهای اربعین است، این شبهای آخرین است، حالا دیگر وقت آن است. حالا که دیگر رسیده ایم کنار حرم مولای من، به حرم امن عشق رسیده ایم، حالا دیگر اینجا را دیدی، وقت سلام دادن است، وقت سلام گفتن است. بلند بلند دعا کن، فراموش نکن آقای احساس اینجا حضور دارد، آقای منتظر اینجا حضور دارد، و من ذکر هر روزم هزار مرتبه توست، و سلام، سلام به تو آقا، سلام، منتظر مقدم تو هم آقا، سلام،
غلام کم تو هم. آقا سلام، کجای مسیری به ما بگو، بنگر فدای تو، فدای حال تو و یک دم تو هم. آقای من، مولای من، حالا دیگر این روزها ذکر من هزار مرتبه که نه، هزاران مرتبه گفتن توست، یا مولا یا امام زمان. شعرهایم دوست دارند یک بار نه، هر روز و هزار بار تو را از نزدیک ببینند. آقای من صاحب العصر، آقای احساس، آقای انتظار، کاش می شد این شبها این لحظات به خواب دفترم بیایی، به خواب دلم، گلم، آقای من، حبیب نازنین، مولای من. ای ناگهان ترین اتفاق، پایان خوب قصه تلخ فراق ها، گلم، دلم، مولای من، آقای من. ای وارث شکوه اساطیر، جلوه کن، جلوه کن تا گم شوم در شور احبت و ابهت تو، مولای من. ای سردار سرافراز، ای قهرمان دورانهای ناامیدی، ای گنج نهان، ای امید عاشقان و منتظران، رخ بنما مولای من، آقای من، گلم، دلم، آقای من. تا نیایی دریای زندگی من از اسارت طوفان‌ها رها نمی شود. آقای من یه نگاهی به ما بنداز. مولای من یه نگاهی به این سیل جمعیت بنداز. اینها آمدند تا بگویند آقا جان فدای یک نگاه توییم، به قربان یک نگاه توییم. یا مولا، یا مولا، این حضور، این حضور از سر عشق برای توست آقا جان. بگو کجای این جمعیتی، کدام خیمه را بگردم، کدام موکب را بگردم. در میان این جمعیت بین الحرمین یک به یک میگردم، مثل گم شده ای که دارم، استراب دارم. آقای من، مولای من، خواهش دارم، تمنا دارم، دستی از سر مهر بر سر ما بکش. کجای بین الحرمین تو را پیدا کنم آقا جان؟ کجای صحن و بارگاه مولایم تو را پیدا کنم؟ من که تو را نمیشناسم آقا جان، اما سلام اگر مرا میبینی، سلام. آقا من که تو را نمیبینم، اما اگر تو مرا میبینی، سلام. سلام مولا، سلام. کجا و این فضا و این مکان به دنبال تو بگردم؟
کجا این شور شیدایی را نثار تو کنم آقای من؟ گلم، دلم، آقا جان، بهر امید آمدم، بهر امید آمدم، دستایم خالی است مولا ببین، دستایم خالی است ببین مولا جان، نه پشتی دارم و نه پشتی آقا جان. جان حسین نگاه من کن، به تو نیاز داریم، به تو نیاز داریم، به تو نیاز داریم. اما اگر از گوشه چشمانتون اشکی سرازیر شد، قلبتون فشرده شد، چشمانتون نم پیدا کرد، بغض پیدا کردین، بیاین دستامونو با هم دیگه بالا ببریم. مثل این آدم ها و انسان هایی که دستشون کنار ذریح آقا ابوالفضل عباس بالا رفته، بیاین دستامونو بالا ببریم، بایستیم، بایستیم به احترام مولامون. آقا جان ببین، به احترام تو ایستاده ایم، خلقی ایستادند. آقا جان نگاه دستای من کن، خدای بزرگ نگاه دستای من کن، حسین جان نگاه دستای من کن، مولا آقا ابوالفضل عباس نگاه دستای من کن. به سوی شما دراز است، میخواهیم مولای من را ببینیم. همه شما خوبان بایستید و دست ها رو به سوی خدای بزرگ و این بزرگواران دراز کنید. مطمئن باشید، از صدق دل بگید، از درونتون بگید، از تمام سلول های بدنتون بگید: اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج، اللهم عجل ولیك الفرج. اما خوبانم میخوام یه عکس شما به نشون بدم. همه این حرفای من بهانش این عکس بود که میخوام نشونتون بدم. دوست خوبم این عکس رو پخش کن. بله، پشتش نوشته، پشت کولش این عاشق دلداده نوشته: آقا جان اگر در مسیر بودی و من نشناختمت، سلام علیکم. آقا جان اگر در مسیر بودی و من نشناختمت، سلام علیکم. آقا اگر اینجا حضور داری و ما نشناختیمت، سلام علیکم. آقا اگر نمیشناسیمت، اگر کاری نمی کنیم برات، اگر مظلومیت و بزرگواری شما رو نمیتونیم اونجور که شما دوست دارید بیان کنیم، آقا معذرت میخوایم، آقا ببخشید. اینجا ساعت عاشقی، فصل شیدایی، کنار حرم و بارگاه آقا ابوالفضل عباس. درست عشقت از سرم زیاده، اگه یه بار دیگه منو بخونی، اگه یه بار دیگه منو بخونی، میام تا کربلا پای پیاده، میام تا کربلا پای پیاده. سار الله، همه سار الله، ماشاءالله.
ماشاءالله همه یه جون من برا آقام حالا دیگر میفهمیم، حالا دیگر میفهمیم امان از دل زینب یعنی چه؟ زهرا داغ علی ندید، علی داغ حسن ندید، حسن داغ حسین ندید، حسین داغ رقیه را ندید، عباس داغ علی اکبر را ندید، چه کشید زینب، چه کشید زینب که داغ تک تک این ستاره ها یا عاشق رو دید، به عینه دید، چه کشیدی بانو، بانو جان چه کشیدی، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، یا صاحب از زمان، آقا جان شما میفهمید امان از دل زینب چگونه بود؟ شما که مروارید های غلطان عشق از صبح تا به شام برای مولای من حسین میریزید، مولا جان شما میدانید آقا جان امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب، یا حسین، یا حسین. آدم هرچی این تصاویر رو میبینه، تصاویری که حجم گسترده این انسانها یا عاشق رو میبینه، نمیتونم چی باید گفت، فقط میتونم بگم که عشق میتونه جواب این احساسات و این شور و شیدایی رو بده، این شور و شیدایی. یا غریب، یا غریب، یا مظلوم، یا مظلوم. خدا بیامرزه حاج آقا رضای انصاریان رو، یه چیزی برای من تعریف کردن. ایشون انسان عاشقی بود. عذرخواهی میکنم از شما، انسان عاشقی بود، یکی از نوکرای با اخلاص آقا امام حسین علیه السلام بود، شما میشناسید. چون به من گفتش که، البته چند تا از رفقا بودن، گفت یه خواب دیدم، این خوابمو برای شما تعریف میکنم، فقط لطفاً تا بعد از مرگم برای کسی نگید. الان هم که با مولاش آقا امام حسین محشور شده، خدا رحمتش کنه، گفتش که یه خواب دیدم و اونم این بود که در صحن و سرای آقا امام رضا علیه السلام ایستاده بودم و شهر شلوغ بود و صداهایی می آمد که اعلام می کردند که
حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میخوان حضور بیارن و میان و از بین جمعیت رد میشن. حضرت فاطمه زهرا میخواستن بیان ملاقات آقا امام رضا علیه السلام. اینا رو کی داشت میگفت؟ حاج آقا رضای انصاریان، خدا رحمتش بکنه. آمدند و گفت من هم ایستاده بودم، سرم پایین بود. به محض اینکه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دیدم سلام کردم، ایشون هم سلام کردن و به من گفتن حاج آقا رضا شما رو میشناسیم. گفت سه مرتبه به من گفتن حسین من خیلی مظلومه، حسین من خیلی مظلومه. حسین من خیلی مظلوم، مظلوم، مظلوم حسین. سلام بر تو ای خون خدا، ای فرزند خون خدا، ای مظلوم تری، سلام بر تو. میدونم دلهای عاشقتون منتظر تا گرد حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام بچرخه و سلام بدید با آقا امام حسین علیه السلام. شماره ما 20964771671 منتظر تماس های شما هستیم. این شماره هم که الان داره زیر نویس میشه با این شماره است، یعنی همین شماره ای که براتون خوندم. سلام هایی رو که شماره های شما، قدم هایی رو که به نیابت از شما در مسیر اربعین برداشتیم رو ببینیم، برگردیم و دل هامون رو روانه حرم آقا امام حسین علیه السلام بکنیم. بفرمایید. رحیم. خوبان من، در همین کهکشان راه عاشقی و از اونجایی که به شما خوبان قول داده بودیم که به یاد شما خوبان هستیم، میخوام چند تا از شماره های شما خوبان رو بخونم و بگیم که به نیابت این شماره ها قدم برداشتیم، گام برداشتیم. البته ما به نیابت از همه شما خوبان گام برمیداریم، ولی این شماره ها رو نماینده قرار میدیم حالا تا انشالله خودشون حضور پیدا بکنن و در این مسیر قرار بگیرن، مسیری که منتهی می شود به حرم امن عشق. اما شماره ها 922-407، دو شماره آخر 76، 910-471، دو شماره آخر 62، شماره 910-060، دو شماره آخر 61، شماره 935-850، دو شماره آخر 25، شماره 919-592، دو شماره آخر 83، شماره 921-149، دو شماره آخر 51، شماره 933-013، دو شماره آخر 62، شماره 903-086، دو شماره آخر 48، شماره 917-233، دو شماره آخر 19، و شماره 930-013، دو شماره آخر 39. انشاءالله که خودتون حضور پیدا بکنید در این مکان مقدس و خودتون این قدم ها رو بردارید. یا علی مدد. دلهاتون آماده است؟ پرواز بدین دلهاتون رو. میخواییم بریم گرد حرم و بارگاه مولامون آقا امام حسین علیه السلام،
پرواز کنیم و سلام بدیم. بفرمایید، بفرمایید بهشت، بفرمایید مهربانی، بفرمایید عشق، بفرمایید. دست بر سینه بذارید، سر خم بکنید، با هر زبان، با هر لهجه، با هر گویش سلام بدید به مولامون، به آقامون، به اربابمون. با عشق مولا جان سلام، سلام بر سلام که نام توست ای زیباترین عالم. سلام آقای مهربانی، سلام ارباب خوبی ها، سلام بر تو، سلام بر تو ای سار الله، ای فرزند سار الله. سلام بر تو و بر آن جانهایی که در تو به مقام فنا رسیدند. سلام بر تو و بر برادر بزرگوار تو، محصول بی بدیل حبل المتین و ام البنین، صدر نشین، آقای وفا، ارباب آب و ادب، عزیزترین عبوی عالم. بمیرم برای این عزیزترین عبوی عالم. سلام بر عباس، عباس زینب، و سلام بر بانوی صبر و ایثار، بانوی خورشید که نورش جاودانه می درخشد و چشم دشمنان را کور می کند. سلام بانو، سلام زینت آل الله، زینت پدر، تو که در بلندترین تل هستی ایستاده ای و هنوز نظاره گر زپ عشقی. یا مولا، سلام بر کربلا، سلام بر کربلا و زائرانش، سلام بر کربلا و زائران زمینی و آسمانیش، سلام بر کربلا و فرشتگانش، سلام، سلام بر کربلا و خادمانش، سلام بر بریر، سلام بر وهب، سلام بر آبس، سلام بر حبیب، حبیب. سلام، سلام بر آقایی که اینجا حضور دارد، مولا جان، آقا جان، ابا صالح، نازنین، گلم، دلم، عزیز دلم. ما شما رو نمی بینیم آقا، اما سلام. شما که آقایید، مولایید، حضور دارید. سلام آقا جان، سلام. سلام آقای منتظر، آقای احساس، آقای انتظار، آقا جان. سلام مولا، سلام بر صاحب عصر، آقا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوش آمدین اینجا زیارت اربعین و زیارت شما خوبان هم
قبول باشه. دلهای عاشقتون اگر شکست، اگر اشکی جاری شد، ما رو هم یاد کنید. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو، بله، داشتم میگفتم اگر که دلهاتون شکست، ببینید برای هر کار، یعنی دلتون که میشکنه آقا نگاه میکنه، اشک بریزید نگاه میکنه، قدم بردارید نگاه میکنه، سلام بدید نگاه میکنه، هر کاری به تربت آقا امام حسین علیه السلام دست بکشید، سر بر تربت مبارک آقا امام حسین علیه السلام بذارین نگاه میکنه، نگاه میکنند و مزدشو میدن. چه آقایی داریم، چه مولایی داریم. وقت نگیم به جهان، نگیم به انسانهای دیگر، فریاد نزنیم، نگیم چه آقای بزرگی داریم. شماره 933-091، دو شماره آخر 64، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. خوبان من، شماره‌ای که داره زیر نویس میشه شما میتونید تماس بگیرید و همین الان به آقا امام حسین علیه السلام در این فضا و در این مکان سلام بدید تا صدای شما پراکنده بشه در حرم و بارگاه آقا امام حسین علیه السلام. شماره 939-740، دو شماره آخر 55، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 935-149، دو شماره آخر 51، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 2093-93-747-72، دو شماره آخرش 54، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 918-634، دو شماره آخر 76، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 901-266، دو شماره آخر 73، سلام دادن. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام علیکم، سلام علیکم، سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام، بفرمایید. الو سلام بدید به آقا امام حسین. سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. آها من عاشقان از عاشقان امام حسین دو دست بریده آقا بر فضل عباسم آقا. من از کاروان جا ماندم، من روسیه و گرفتار ماندم آقا. ای باش خدا حفظتون بکنه هر جا که بودین. شماره 901-905، دو شماره آخر 02، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 901-287، دو شماره آخر 40، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 936-921، دو شماره آخر 87، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام، بفرمایید. الو صدای شما شنیده میشه. الو سلام بدید به آقا امام حسین. فکر کنم قطع شد. شماره 937-833، دو شماره آخر 16، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 2092-334-678، دو شماره آخر 09، سلام دادن به آقا امام حسین علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ایشون فکر میکنم از پاکستان یا افغانستان باشن،
و خیلی التماس دعا داشتن، پیام های زیادی دادن، انشالله که حاجت روا بشن همه مریض ها، انشالله به حق آقا امام حسین علیه السلام، به حق بیمار کربلا یا آقا امام حسین علیه السلام، آقا امام سجاد علیه السلام، همه مریض ها شفا پیدا بکنن. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو 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 سلام الو. علیکم، سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام، بفرمایید. الو، خواستم سلام بدم آقا. سلام بدید خانم، سلام بدید، صدای شما شنیده میشه. الو، السلام علیک یا حسین، یا حسین یا حسین ای باش جز عشق چیز دیگری ندارم تقدیم تو کنم مولا. جز عشق چیز دیگری ندارم تقدیم پاهای خسته حضرت زینب سلام الله علیها کنم. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام، بفرمایید. جز عشق، جز عشق چیزی ندارم تقدیم دل حضرت زینب سلام الله علیها کنم. جانم به فدایت مولا، پدر و مادرم به فدایت آقا جان. آقا جان نگاه دردمندا بکن، نگاه حاجتمندا بکن. آقای من، مولای مهربانم، تو که دستگیر همه عالمی، این انسانهای عاشق که تو را میبینند، حرم و بارگاه تو را میبینند، یا آثار الله تو را میبینند، اینها بر امیدی آمدند. آقای من، اینها عاشقان تو هستند، اینها دست نیازشون به سوی تو دراز است مولا جان. الو سلام علیکم، بفرمایید. متاسفانه قدر اینها بهر امیدی آمدند، اینها گرفتارن، مریض دارن، دختر دارن، پسر دارن، مشکلات دارن، اینها آمدند که تو نگاهشان کنی مولا جان. اینها آمدند عرض ارادت، عرض تسلیت. آقای من، شماره 914-234 شماره آخر 22 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 901-199 دو شماره آخر 04 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 919-151 دو شماره آخر 50 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 937-581 دو شماره آخر 18 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 903-429 دو شماره آخر 20 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 921-133 دو شماره آخر 82. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام. الو مریض داریم، دعا کنید. سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام.
سلام بر حسین آل بیتش. از امام حسین شمالم بخوای. مریض دارو. التماس دعا. یا علی مدد، خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما باشه. خوبان من، باز هم با شرمندگی، با خجالت خدمت شما خوبان میگم صدای گیرنده هاتون رو ببندید تا صدای ما رو بهتر بشنوید و ما هم صدای شما رو بهتر بشنوید و بتونیم صدای شما رو در این فضا و مکان پراکنده بکنیم. و اینکه الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم خدا حافظ شما، خدا حافظ شما، خدا حفظ کنه همه پدر مادرها رو. جمله ای الان یادم افتاد، از کنار بعضی از آدمها که رد میشوی بوی خاصی میدهند، عطر خاصی میدهند، آنها نامشان مادر است. فدای خود رو فدای عطر مادر کردن چه حسی دارد. لطف میکنید شما فرزندان این پیر غلامان و این کنیزهایی که خودشون رو کنیز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها میدانند و سنی ازشون گذشته و شما لطف میکنید فرزندانشون هستید، شماره رو میگیرید که یه سلام بدن به آقای امام حسین علیه السلام. چقدر خوشحال میشن. خیلی شماره 915 940، دو شماره آخر 46، سلام دادن به آقای امام حسین علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 918 250، دو شماره آخر 85، سلام دادن به آقا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 913 854، دو شماره آخر 57، سلام دادن به مولا، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 937 333، دو شماره آخر 65، سلام دادن به مولامون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 938 461، دو شماره آخر 65، سلام دادن به آقای امام حسین علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 939 081، دو شماره آخر 99، سلام دادن به آقای امام حسین علیه السلام و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن حیدر. شماره 939 314، دو شماره آخر 24، سلام دادن به آقای امام حسین، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو سلام بدید به آقای امام حسین علیه السلام، بفرمایید. سلام علیکم. سلام بدید به آقای امام حسین علیه السلام. شماره 911 115، دو شماره آخرش 68، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 914 348، دو شماره آخر 67، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 918 222، دو شماره آخر 36، سلام دادن به اربابمون، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. شماره 935 468 58، سلام دادن. الو سلام علیکم، بفرمایید. الو الو الو، صدای منو میشنوین؟ سلام بدید به آقای امام حسین علیه السلام. بله، شماره 938
681 دو شماره آخر 04 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 937 931 دو شماره آخر 24 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 936 450 دو شماره آخر 98 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 938 396 دو شماره آخر 06 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 939 533 دو شماره آخر 01 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 922 492 دو شماره آخر 45 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الو سلام علیکم، بفرمایید. اکبری هستم، از آلمان زنگ میزنم، میخواستم سلام بدم. سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیک ابن رسول الله، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس. اکبری هستم، از آلمان زنگ میزنم. خدا حفظ شما. خدا حفظتون بکنه. یا علی مدد، دعامون کنید، دعاتون میکنیم. شماره 919 341 دو شماره آخر 75 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 930 633 دو شماره آخر 86 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 937 230 دو شماره آخر 41 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 918 257 دو شماره آخر 85 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 916 712 دو شماره آخر 75 سلام دادن به آقامون. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم امام حسین، سلام علیک یا ابا عبدالله، سلام علیکم رسول الله، سلام علیکم حسین، علی ابن حسین و علی اولاد حسین و علی اصحاب حسین. ها ما مریض داریم، انشالله انشالله به حق آقا امام حسین علیه السلام، به حق دست های بریده آقا ابوالفضل عباس علیه السلام، انشالله که شفا پیدا بکنن. یا حسین خدا حفظتون کنه از هر جا که تماس گرفتید. ما هم از شما التماس دعا داریم خوبان من، ما هم نیازمند دعای خیر شما هستیم و بسیار سپاسگزاریم که ما رو دعا میکنید. بچه هایی که اینجا حضور دارند، بچه هایی که در اتاق فرمان هستند، دوستان دیگری که این تصاویر رو به شما میدن، الان گوشه گوشه این فضا حضور دارند و سعی میکنن این تصاویر و گوشه‌ای و ذره‌ای از این دریای عظیم، از این بیکران آقا امام حسین علیه السلام رو به خونه های شما بیارن. ما رو دعا کنید. سپاسگزار از همه شما خوبان هستیم. شماره 914-092 دو شماره آخر 78 سلام دادن به مولامون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 938-411 دو شماره آخر 43 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 914-303 دو شماره آخر 87 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله، شماره 913-045 دو شماره آخر 48 سلام دادن به اربابمون صلی الله علیک یا ابا عبدالله. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام، بفرمایید. سلام، سلام بدید به آقا امام حسین علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله الرسول، السلام علیک یا ابا عبدالله الرسول، السلام علیک یا ابا عبدالله الرسول، السلام علیک یا ابا الفضل النقاش، السلام عليك يا عبد الله الحسين، السلام عليك يا خانم زينب،
سلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. سلام علیک یا علی اصغر. خسته نباشین امیران عزیز. سلام ما را برای امام حسین برسان. از کجا تماس میگیرین دوست خوبم؟ الو. بله. خدا حفظتون کنه از هر جا که بودین. خوبان من تو این روزها، توی این شبها که در خدمت آقا امام حسین علیه السلام هستیم و همچنین آقا ابوالفضل عباس علیه السلام هستیم و در این ماهی که ماه سفر است و متعلق است به غمها و مصیبت هایی که بر این خاندان وارد شد، بخوایم ازشون دعا کنیم، برای دخترامون دعا کنیم، برای پسرامون دعا کنیم، اینایی که میخوان تازه ازدواج بکنن، مشکلات دارن، دعا کنیم براشون. الو سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، الو اولاد حسین، الو اصحاب حسین. السلام علیکم یا ابوالفضل عباس، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. التماس دعا. یا علی مدد، یا علی مدد، دعا مون کنید، دعاتون میکنید. میگم شما مرجوی محترم باشه. سپاسگزارتم، سپاسگزارم مهربان. خدا نگهدار شما. از کرمان التماس مالتون میگیرم. خدا حفظتون کنه. خدا حفظتون کنه. مرجوی محترم. درو بلاد باشه. قربونتون برم بزرگوارین، محبت دارین. خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما باشه. خدا حافظ شما باشه. امن فرد پشت پناد باشه. خیلی مهربونی. خیلی متشکرم. چون در خانوادم کربلا بودن، الان دارن میاد، هنوز به مرز ایران نرسیدن. اینقدر دعات میکنم خودت نمیفهمی چه خبره، کجا هستی؟ بزرگوارین، محبت دارین شما. بنده قابل نیستم شما. همچنین همچنین. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. مردم خونگرم و دوست داشتنی کرمان، مردمی که عشق به اهل بیت و آقا امام حسین علیه السلام در وجودشون علیان و فوران میکنند و من در به نزدیک دیدم و این عشق و شیدایی رو دیدم. خدا همتون رو حفظ کنه، همه عاشقان آقای امام حسین علیه السلام. ما برنامه‌مون وقتش تمام شد. انشالله بتونیم در شب‌های آینده در خدمت شما باشیم و بتونیم این لحظات ناب عاشقی رو با شما به اشتراک بذاریم. دعامون کنید، دعاتون می‌کنیم. مراقب همه مهربونی هاتون باشید. یا علی مدد. وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.